به عمر میخوان بشه، لم یکلمها کلمتن الا كتب الله له حسنه، یک کلمه با اون دختری که کلا رو سرش گذاشتی میخواد عمل روسپیگری رو انجام بده، یک کلمه باش حرف نمیزنه مگه خداوند متعال یه ثواب بهش میرسه. این یعنی میرسه اذا دنا له منها، نزدیک به اون خانم که شد، غفر الله له بذلك ذنبا، نزدیک گناهش میرسه. فاذا اغتسلت، وقتی که اون عمل ننگین روسپیگری رو انجام داد، اغتسلت غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره، قلت بعدد الشعر، قال نعم بعدد الشعر، میگه وقتی که غسل میکنه به اندازه مویی که در بدنش هستش خداوند متعال گناهانش رو میبخشه. بدتر از این، بدتر از این اشکال داره این هم اجر داشته باشه؟ زنا اجر داره جناب هاشمی؟ اگر زنا باشه بله اجر قدم گناه داره. مطلب اینه روسپیگریه، ترویج روسپیگریه. اگر کار خیری که می بود باید ائمه خودشون، همونطور که برادر عزیز اشاره می فرمودن، ائمه خودشون باید انجام میدادن. ائمه انجام ندادن دختران ائمه؟ نعوذ بالله هیچ نسی نداریم که دختران ائمه، ائمه اهل بیت رسول خدا نص صریح هستش که میگه لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها، که حتما این آدرسو بهتون میدن که شیخ مفیدی عوض میخوام شیخ توزی رو این تعلیق یه پرانتزی عجیب و غریبی باز میکنه روی این حدیث، میگه نخ منظورش اهل بیت شرفه. خب اگر این هم اجر داره، خب اهل بیت شرف که اولاترن، اصلا نباید با... جان کلام همین، اگر اجر میداشت اهل بیت شرف باید یعنی قدم اونجا میذاشتن، ممنوع بکنن به اونها ندن. آقای میگه نه خیر، اهل بیت شرف نزدیکش ندی فتذلها. به همین خاطر هم وقتی که من حقیقتا عذر میخوام، گرچه این پرچمداران مکتب روسپیگری دختران اینها خواهران من هستن، اهل بیت اینها خواهران و مادران من هستن، ولی اگر این اجر امر داره چرا خودتون جلو قدم نمیشی؟ چون خودشون میگن ما از اهل بیت شرف هستیم، ولی بقیه ملت، بقیه 70 میلیون انسان، بقیه دختر من، خواهر من، ما نمیدونم قوم و خویش من، نخیر اهل بیت شرف نیستن، باید ناموسشون در زیر پای یک مشت بت به اسم آخوند حجت الاسلام باشه. یعنی اگر این همه اجر داره، اون شخصی که مثلا در حد پایین جامعه است بعد از یکی دو ماه با این ازدواج های مکرری که داشته، حالا ببینید درجه امامت هم میرسه. حالا ببین اجر رو میبینید هنوز آقای هاشمی بفهمید، میگه عن الباقر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجا میخوان با این حدیث کلاه بزرگی روسی سر خواهران و مادران ما بذارن، حتی اطفال شیرخوار ما هم بذارن. عن الباقر قال اسری بی الى السماء لحقن جبریل فقال یا محمد إني قد يا محمد إن الله عز وجل يقول إني قد غفرت للمتمتعين من أمتي من النساء. إن غشري كم مردان پستی هستند که همچین روایت های رو به خورد مادران و خواهران ما میخوان بدن، که ای محمد من تمام زنای رو که این عمل فاحشه روسپیگری رو انجام میدم من اونها رو بخشیدم. جلو میایم باز هم حدیث در همین زمینه، فضیلت این عمل روسپیگری، میگه ما من رجل تمتع ثم اغتسل الا خلق الله من كل قطره تقطر منه 70 ملكا يستغفرون له الى يوم القيامه ويلعنون متجنبيها. مشکل اینجاست، میگه خداوند میگه از جعفر از روایت شده، باز هم میگه کسی که این عمل روسپیگری رو انجام نمیده، وقتی که میخواد غسل بکنه از هر قطره آبی خداوند 70 تا فرشته خلق میکنه. تصور کن تا روز قیامت برای این فردی که عمل زنا رو انجام داده، من عذر میخوام این کلمه، عمل روسپیگری رو انجام داده، تا قیامت براش استغفار میکنن. پس چرا ما نماز میخونیم؟ پس چرا روزه میگیریم؟ پس چرا جهاد میکنن؟ پس چرا مبارزه میکنن؟ پس اون کلمات الحق این سلطان الجائر پس چیه؟ همش بی خوده. به گفته شریعتی رحمت الله علیه، خدا رحمت کن این مرد بزرگ رو که یک خار چشمی بر مکتب پیروان مکتب صفویزم و پرچمداران مکتب روسپیگری بود. این میگه پس تمام این مبارزات و جهادها رو کنار بذار، حکومت و نظام اسلامی رو آوردن کنار بذاریم، فقط بریم این عمل روسپیگری رو انجام بدیم، از هر قطره آبی خداوند متعال 70 تا فرشته خلق میکنه. تصور کن آقا هاشمی، حداقل کسی غسل میکنه حداقل 500 تا قطره آب تو بدنش، حداقل بشه میگیم 500 ضرب در 70 کنیم چقدر میشه؟ من ریاضیم ضعیف. تقریبا نزدیک به 35,000 فرشته خداوند متعال خلق میکنه. 70,000 فرشته؟ آره 70,000 فرشته. از هر قطره آبی که وقتی که
از این 70 هزار 35 میلیون فکر کنم بشه. چیز خیالیه. این همه خلق میشه تا قیامت برای استغفار میکنه. چرا؟ چون که رفته عمل دوستیگری رو براش انجام داده و گذشته از اون. ویلعنون متجنبیها، کسی که این عمل انجام داده لعنتش میکنن تا قیامت. یعنی طبق این عمل روسفیگری رسول خدا نعوذن بالله ملعون، نعوذن بالله باقر و صادق نعوذن بالله ملعون، اهل بیت من و جناب عالی که این عمل روسفیگری رو انجام نمیدیم، خواهران و مادران و مادر کشور عزیزمون و سایر تاجیکستان عزیزمون، خواهران و مادران که این عمل روسفیگری رو انجام نمیدن از دیدگاه آقایون ملعون هستن. خاص به مردان و خاص به زنان عمومه. مرد و زن اگر عموما زن در اختیار مرد، آقای هاشمی، عموما مرد اونا کوشش میکنن مردان رو تشویق کنن که زنان در اختیارشون باشن این اعمال انجام بدن و زن متاسفانه همیشه همونطوری که در جامعه ما امروز دیش هم نصف دی مرد کشته بشه هیچ بلاش هر بلایی سرش در بیاد، نمیدونه حقوقش پایمال، زندگیش پایمال، همچنین یعنی در این عمل مطیع زن خلق شده که اشباع غرایز حیوانی مرد رو انجام بده ولاغیر. این مصیبت هایی هستن که متاسفانه این آقایون به اسم دین و به اسم الله و به اسم رسول الله و به اسم اهل بیت انجام میدن. ما حالا از این بگذریم، بدتر از اینجوری آقای هاشمی با دختران کوچک، با دخترانی که دختران شوهر ندیدن ازدواج نکردن اشکال داره؟ آقای هاشمی با دختر 2 ساله، با دختر 9 ساله، با دختر 8 ساله این عمل روسپیگران، با دختر شیرخوار کجا گفته شده؟ کجا گفته شده؟ من میترسم اگه بگم کجا گفته شده بعضی از دوستان برنجند، ولی من این کتابو خدمتتون میدم، این کتابو بفرمایید بگیرید، اگر دوست داشتید من میگم که کی گفته و کجا گفته کافی. تا اینکه من متهم نشم که تمامی خطوط قرمز رو زیر پا گذاشتم. کافی. به هر حال این آقا میگه بدون ذکر اسمش که حتی با دختران شیرخوار، ولی فقط با دختران شیرخوار چیکار میکنید؟ من عذر میخوام، من از تمامی خواهرانم، از تمامی برادران، از تمامی مادرانم عذر میخوام، مجبورم این الفاظی رو که این آقایون به زبون آوردن بگم تا اینکه چهره حقیقی اینها برای همه ملت واضح بشه که اینها گرگانی در پوستین میش هستن، اینها دشمنان اسلام و قرآن در زیر عبا و عمامه هستن. میگه ان یتمتع بها تقبیلا و تفخیزا، نعوذن بالله، با دختر شیرخوار، دختر 2 ماهه و 9 ماهه، به گفته شادروان شریعتی این پیر پالان دوز حیا و غیرت نداره همچنین مطلبی رو در مورد دختر شیرخوار میگه، در مورد دختران ما، خواهران ما، مادران ما. به گفته شادروان دکتر علی شریعتی میگه اینها هستن که دکان نمیدونم تجاری خودشون رو بستن و دین فروشی رو باز کردن. متشکرم استاد خاتمی دورانی هست بیانتی در این زمین ارادادی. دقیقا فرمایش شما، فرمایش این دوست آقا رستم از تاجیکستان که اگر واقعا این همه اجر داره بایستی ابتداعا از خانواده خود شروع کرد. چرا فقط مردم را توصیه بکنیم به این که مردم ازدواج موقت بکنن؟ باید از شخص، از دختر خودش و از خواهر خودش و از مادر خودش اگر مثلا شوهر از دست داده شروع بکنه تا اینکه این اجر عظیمی از دست نده که فقط مردم این اجر. من طالب خیلی زیاد زمین آقای هاشمی هست، فقط یک نکته رو من اشاره کنم که خیلی نکته مهمیه. حتی با زنان فاحشه میتونن این کارو انجام بدن، روایت ها هست و نه اینکه یکی دو تا سه تا چهار تا، هزار تا روایت هستش. میگه آیا از امام جعفر پرسیدن که آیا 4 تا زن داره میتونه انجام، میگه تزود من هن الفا فانهن مستاجرات. کجا این گفته شده؟ این چشم الان من برای که در تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 259 عن سعد بن مسلم بن عبيد بن زرار عن آروم لطفا، عن سعد بن مسلم بن عبيد بن زرار عن ابيه عن ابي عبد الله عليه السلام قال ذكر له المتعه اهي من الاربعه؟ قال تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات، زنان کرایه‌ای هستند. در یک دفعه زنان کرایه‌ای هستند. فانهن مستاجرات، آره نص حدیث رو با خودکار امروز یادداشت کردم. تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات، زنان کرایه‌ای هستند. اینا با دختران ما اینطور برخورد میکنم، خواهرانم، دخترانم، مادرانم در کشور عزیز من متوجه باشید فریب این عمل روسفیگری رو که به اسم متعه، به اسم ازدواج 1 ساعته 2 ساعته
به خورد ما دادن هیچ ارتباطی با نه قرآن، در قرآن مطلقا نیستش، در حدیث مطلقا نیستش و در آثار اهل بیت کرام هم با نصوص بسیار زیادی داریم در رد اینها، ولی آقایون میان گردن نصوص اینطوری قطع میکنن، نمیدونم با اون مسئله تقیهشون که ذلت و زبونی و نمیدونم راز هرچی خفت و زبونی و ذلت هستش، میگن ائمه تقیه کردن اینجا. متشکرم استاد خازم دورانی از این بیانات زیبات.